خلیلزاد سفرهایشان را مبنی بر تقویت گفتگوهای صلح بر کشورهای منطقه آغاز کرده. ظاهرا هیئتی که با خلیلزاد آمده بر پشتیبانی دوامدار ایالات متحده آمریکا از گفتگوهای صلح و تأکید بر پایان جنگ در افغانستان کرده. خلیلزاد با هیئت همراهش امروز با رئیس جمهور محمد اشرف غنی و دکتر عبدالله عبدالله در پیوند به گفتگوهای صلح و اثرگیری گفتگوهای صلح در دهه صحبت کردند و این در حال است که هر دو طرف هیئت جمهوریت و امارات طالبان در دهه مصروف گفتگوها هستند، ولی تا این دم هیئت جمهوریت در دهه به سر میره و گفتگوها رسما آغاز نشده و این در حال است که هیئت جمهوریت میگه که با طالبان تماسهایشان را برقرار کرده و به زودی گفتگوها را آغاز خواهند کرد. و در کنار از او هم گفتگوهای صلح اکثرا کارشناسان باورمند به این هستند که گفتگوهای صلح زمان آغاز خواهد شد تا یک فرمول سیاسی در این خصوص به میان بیاید و تا طالبا به میز مذاکرات با حکومت افغانستان حاضر شود. و ضمناً خلیلزاد بعد از کابل به دوحه خاطر رفت و در ضمناً با کشورهای منطقه سفرهایش آغاز میکنه. و در کنار از او هم یک هدف دیگه سفر خلیلزاد گفته شده که طالبا و طرف افغانستان را بیشتر هر دو هیئت را آماده خواهد ساختند تا در نشست ترکیه شرکت بکنند و نشست ترکیه را به کامیابی برسانند. این موارد را به بحث بیشتر میگیریم با پوهنیار احمد شاه سنگدل، کارشناس مسائل سیاسی، که من در آغاز سلام حضور شما تقدیم میکنم. خیلی خوش آمدید جناب سنگدل صاحب. به عنوان اولین پرسش میخوایم آغاز بکنم که سفرهای خلیلزاد این دور نتیجه خواهد داد؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام بر شما و تمام ملت افغانستان و سلام خاص به نیروهای امنیتی کشور ما که امروز به خاطر منافع ملی و مردم خود در سنگرهای دفاع از کشور و مردم خود قرار دارد. من فکر میکنم که سفرهایی که جناب خلیلزاد صاحب امروز آغاز کرده است، هر سفرهایی که گامهای مثبت داشته باشد نتیجه مثبت نداشته باشد. بنان اگر همین مشکلات مسائل هایی که منطقوی که امروز جناب آقای خلیلزاد آغاز کرده، هی کاش که چند وقت پیش همین مسائل ها را قبل از اینکه مسائل های مذاکرات به یک بنبست دراز مدت البته دچار شده، این سفرها را قبل اینا چه میکردن؟ آغاز میکردن، به خاطر که مشکل افغانستان مشکل منطقوی است که امروز چالش ها و مشکلاتی که افغانستان داره با کشورهای همسایه و کشورهای منطقه داره. درست. تا زمانی که ما معضلات منطقوی خود ما حل نکنیم، ما هیچ نوع دستیابی به صلح دستیابی پیدا نمیکنیم. بنا اینجا کشورهایی که در هند زیرتخل هست، شما دیدین که هند موضوعات خود داره، پاکستان موضوعات خود داره، کشور ایران داره، روسیه داره، چین، شما هم دیدین که از خود بعضی موضوعات را نشان داده. بنا در هند این سفرهایی را که فعلا جناب خلیلزاد آغاز کرده، من فکر میکنم که یک گام مثبت است و این گام مثبت اگر قبلا هم شروع میکردن مثبت تر میشدن. و حالا چالش هایی که مردم افغانستان و افغانستان داره، ما با منطقه مشکل داریم. هر زمانی که امریکا بخواهد که با منطقه، با کشورهای منطقه البته کنار بیاید، من فکر میکنم که یک گام های مثبت و گام های پیشتر به خاطر آوردن صلح در افغانستان میبرد. هر بار که خلیلزاد به افغانستان سفر کرده یا به کشورهای منطقه سفر کرده، در حقیقت پیام ها و طرحهای امریکا را با خودم آورده. آیا این بار خلیلزاد با چین و طرح افغانستان آمد و با سران حکومت دید و بعدا که سفرهای خود آغاز خواهد کرد، طرح این دور خلیلزاد بیشتر بر مبنای کدام موضوع خواهد چرخید؟ این طرح از اینا به خاطر از است که امی کشورهای منطقه که فعلا به کشورهای انرژی پاشان شده، اینا را میخواین که منسجم بسازن و بر اینا البته سر پروسه و مسائل صلح افغانستان صحبت های صورت بگیرن که در افغانستان اگر صلح و ثبات نباشه و تمام کشورهایی که امروز در این جزیره دخل هستند و اینا چالش های خود و چالش های افغانستان فکر میکنن، بنان اونا را قناعت میدن که بین که ما یک اجماع منطقوی را که کشورهای زیر دخل در پروسه صلح افغانستان دخیل هستند، اینا را قناعت بدن و برشون بگن که اگر میخواین که در افغانستان صلح باشه و اگر میخواین که یک اجماع منطقی باشه که در اینجا منافع کشورهایی که در اینجا دخل هست، منافع از اونام باشه و منافع صلح در افغانستان هم باشه، یعنی صلح باشن که صلح دراز مدت باشه و صلح هزی باشه که صلح جبری نباشه. بنان اگر صلح تعمیلی باشه و صلح را جبران بالای مردم افغانستان تعمیل بکنه و هیچ نوع دستاورد برای ملت و مردم افغانستان نشه باشه، بنان باز هم نتیجه نمیتن. بنان آل کشورهایی که در این مسائل زی دخل هستک با اونا صحبت گرفتک، با جناب رئیس جمهور، با رئیس شورای مصالحه، با جناب دکتر سید عبدالله
اینا صحبت هایی را داشتن که فعلا شما هم میبینید که هیئت ها آماده هستند، از طرف طالبا هم آماده هستند و از طرف جمهوریت هم آماده است که اینا برن روی گام های مثبت البته صحبت بکنن. قسمی که شما دیدین این مرحله مذاکرات به بنبست قرار گرفته که در اینجا چرا به بنبست قرار گرفت؟ به خاطر از اینکه فرضاً دولت افغانستان از تقاضاش که یک بین الافغانی باید صورت بگیرن. درست. دولت امریکا میخواست که باید در ترکیه این مسائل در کشور ترکیه البته این مذاکرات به نتیجه برسن و طالبان میخواست که باید در دوحه باشن. بنان این بنبست هایی که در این مدت به وجود آمد، حال فعلا وقتی که یک گام مثبت را به خاطر از اینکه باید مذاکرات نتیجه مثبت بده که طالبان هم نظر خوبی را البته گفتن که ما آمادگی خود نشان دادن و دولت جمهوری اسلامی افغانستان هم آمادگی خود نشان داده که انقریب شاید مذاکرات البته در دوحه آغاز شود و هیئت های از طرف جمهوری اسلامی افغانستان رفته و طالبان یک گام مثبت فکر میکنم، به خاطر از اینکه اونمو چالش ها و مشکلات هایی که در دمی مدت بنبست قرار داشتن، امروز اگر آقای خلیلزاد میرن به طرف کشورهای منطقه سفر میکنن، بنان حتما با یک پیام از طرف کشور امریکا به اینا آمدن که ببین ما یک اجماع منطقه‌ای را به وجود بیاریم و تا جایی که ما هم میفهم حالا آهسته آهسته سیاسون هم به این پی بردن که بدون اجماع ملی و اجماع داخلی ما هم در اینجا به چالش و مشکلات های زیاد ما دچار میشیم. اینا هم آهسته آهسته فعلا در اجماع سازی داخلی هم کار میکنن. درست. دقیقاً امروز مشران جرگم در پیوند به اختلافات درونی حکومت اظهارات داشتن و تاکید بر حل نمودن تمامی اختلافات کردن. در مورد خلیلزاد میخوایم بپرسم که آیا خلیلزاد طالبا را تشویق خواهد کرد تا در نشست استانبول شرکت بکنند؟ چون نشست استانبول اکثرا به این باور است که شبیه نشست بن خواهد بود و بالاخره سرنوشت افغانستان را تعیین خواهد کرد. آیا خلیلزاد ولی طالبا پیش شرطهایی داشتند برای اشتراکشان در این نشست، آیا طالبا خلیلزاد این بار طالبا را تشویق خواهد کرد و بالاخره طالبا شرکت خواهد کردند و نتیجه نشست ترکیه را خواهد پذیرفتن یا خیر؟ خب ما پیشتر هم برای شما فرمودم که در اینجا بنبسته که مذاکرات قرار گرفت روی سه موضوع بود که دولت جمهوری اسلامی افغانستان میخواد مثلا مذاکرات بین افغانی باید در صورت بگیره در هر منطقه افغانستان باشه، ترکیه امریکا پافشاری داشت که ما در ترکیه باید شو امریکا و طالبان در اینجا. بنان من فکر میکنم که جناب آقای خلیلزاد که آمده حتما تفاهم های در این مورد صورت گرفته که قسمی که شما فرمودین که با جناب جلال مدیر رئیس جمهور و دکتر صاحب عبدالله عبدالله هم صحبت های در اینجا داشتن و با جانب طالبا هم صحبت های داشتن. بنان آغاز سفر آقای خلیلزاد مهمتر هم منطقه است که امروز تا به حال را که افغانستان به صلح دستیابی پیدا نمیکنه به خاطر که امریکا معضلات خود یا چالش هایی را که با کشورهای منطقه که منطقه که در حوزه افغانستان می باشه و افغانستان به چالش دوچار می باشه امریکا باید حل بسازه و ما متوقع هستم که امریکا اگر با ایران هم حتما روی تفاهم های صحبت گرفته، با روسیه هم صحبت گرفته، با چین هم صحبت گرفته، با پاکستان و با هند هم که بعضی مسائل شما دیدین که صدر اعظم پاکستان هم عمران خان هم آرزوی حضیره کرد که ما چه قسم با کشور هند سر مسائل های بنبست هایی که وجود داره ما صحبت هایی را شما حتما چند روز پیش شنیدین که هم آغاز کردن که ما این معضلات بنان یا معضلات منطقه‌ای می باشه هر گاهی که معضلات منطقه‌ای که حل شود صلح در افغانستان بدون کدام قید و شرط اینجا نه مال دوچار مشکلات معضلات منطقه‌ای شدیم که حتما در پایان به دست درازی کشورهای منطقه و استخبارات منطقه هم اشاره خود داشتیم. بالاخره خلیلزاد پروسی صلح افغانستان را به کجا خواهد کشاند؟ خب آقای خلیلزاد بسیار جوان بود که آغاز کردن سر مسائل ازی که در افغانستان باید صلح بیان و یک پروسه 40 ساله 45 ساله می باشه که صلح در افغانستان باید. تمام مردم افغانستان خواهان صلح هستند، ملت افغانستان خسته شده است. بنان کشورهای دنیا هم اگر می خواهد که در افغانستان یک صلح پایدار بیه، اگر آقای خلیلزاد این بار با یک دستاورد خوب با یک قناعت منطقوی داخل منطقه شوه، منطقه را قناعت بده و مشکلات و معضلات را که امریکا با کشورهای منطقه که فعلا در افغانستان در چالش زود درگیر هم هستند
اون معضلات خود حل کنه. من فکر میکنم که یک سال بسیار خوبی برای افغانستان پیامدش میباشه و آقای خلیلزاد هم شاید این سفرش متفاوتر باشه به خاطر از اینکه ما دیدیم که مو چالش ها و مشکلات هایی که در همین مدت بنبست بود، مذاکراتی که در دو صورت گرفت، بعضی مسائل های دیگه که بود، من فکر میکنم که اینا ما گام مثبت فکر میکنیم و مردم افغانستان انتظار یک نتیجه مثبت به خاطر آوردن صلح برای افغانستان خوان است. همواره در پیوان به ماموریت زلمه خلیلزاد در افغانستان و داخل بودنش در پروسه صلح افغانستان، در مجموع داخل بودن امریکا در پروسه صلح افغانستان، انتقادهایی را به همراه داره. آیا چقدر شما خوشبین هستین برای دور از گفتگوها و حداقل ماموریت زلمه خلیلزاد این دور نتیجه خواهد داد؟ ما روی ماموریت آقای خلیلزاد صحبت نمیم، روی ازی صحبت میکنیم که امی پروسه مذاکرات صلح که بین جمهوریت و بین امی بنبسته گری را باز خود کرده. این امیره ما بین که همیشه مثبتگرا باشیم، همیشه با مثبت فکر کنیم، ما هر قدر با چالش ها فکر بکنیم، اگر چالش بودی به رای حل شما باید سرش فکر درست بکنیم. امروز اگر اونا اینجا آقای خلیلزاد آمدن و همی آمادگی دولت جمهوری اسلامی افغانستان و خوشبینی طالبا به ای هم حاضر شدن که ما بین روی یک مسائل ملی و مسائل آینده افغانستان صحبت بکنیم، ما فکر کنم که یک گام خوبتر و مثبتتر می باشد. بنان آقای خلیلزاد با سفرهایی که چندین بارها با پاکستان داشته، با کشورهای منطقه داشتن، هیچ نوع نتیجه مثبت برای خاطر آوردن صلح در اینجا نداشت که مردم افغانستان بسیار زیاد خوشحال باشه که آقای خلیلزاد برای اونا همیشه پالینای سرخ به پیشیشون فرش میکنه و صلح به شکل دیگه برای اونا. بنان صلح از خود مراحل کار داره و قناعت کشورهای منطقه را، بازم تکرار میگم، تا زمانی که امریکا مشکلات خود معضلات را با کشورهای منطقه حل نسازد، مسئله پروسه صلح افغانستان یک تخیل می باشد. بنان اگر امریکا واقعا خواسته باشه که با کشورهای منطقه که مثل ایران است، مثل ترکیه است، مثل روسیه است، مثل چین است، مثل کشورهای دیگه که در اینجا منطقه است، معضلات خود اینا کم کم معضلات خود البته حل بسازه و آهسته آهسته به طرف راه های مثبت و راه های بهتر به او کشورها باشه، من فکر میکنم که کشورهای منطقه هم آمادگی زیر میگیره که در افغانستان یک صلح و ثبات دائمی باشد، به خاطر که اونا هم به این مسائل زیاد فکر میکنن، چون کشورهای منطقه در اینجا رول هم داره در صلح افغانستان اونا دارن، به خصوص پاکستان. جناب سنگل، همواره انتقاد از دست درازی کشورهای منطقه در امور داخلی افغانستان مطرح میشه. آیا خلیلزاد و در گذشته هم سفرها به کشورهای منطقه داشته، از جمله مثلا انتقاد که اکثرا سیاسون حکومت افغانستان همواره پاکستان را مورد انتقاد قرار میده که در امور داخلی افغانستان دست درازی میکنه و حتی در پروسه صلح افغانستان نقش پاکستان خیلی کلیدی عنوان میشه، خلیلزاد آیا در این دور از گفتگوهای در سفرهای خود به کشورهای منطقه پاکستان را بالاخره وادار خواهد ساخت تا سیاستش در خصوص افغانستان تغییر بده و حداقل روزنه بر آغاز گفتگوهای صلح و نتیجه مثبت امیدوار شویم تا گفتگوها نتیجه مثبت را در پی داشته باشه؟ من فکر میکنم که آقای خلیلزاد وقتی که برنامه های منطقوی را البته روی اجماع منطقوی صحبت میکنه، یک مسئله پاکستان نیست. من فکر میکنم وقتی که آقای خلیلزاد از امریکا آمده و کشورهای منطقه سفر میکنن، اینا پیامدهای دیگر به کشورهای دیگه هم که امروز امریکا خودش با اونا معضلات دارن، مثل از جمله ایران است، ترکیه است، روسیه است، یا کشورهای دیگه است، پیامدهایی را در اونجا داره. در هر صورت پاکستان هم وادار میشه، پاکستان هم مجبور میشه که با کشورهایی که اونا میخواین در افغانستان یک صلح و ثبات بیاره و خلیلزاد بر اونا یک پیام از طرف امریکا میرن، پاکستان هم به این وادار میشه که باید بدون صلح در افغانستان منافع پاکستان هم در خطر است. اگر کشورهای منطقه واقعا میخواین که در افغانستان صلح واقعی بیه و صلح پایدار در افغانستان بیه و ملت مردم افغانستان از این جنگ دراز مدت خسته شدن، بنان کشورهای منطقه با آوردن صلح در افغانستان ثبات خودم در اینجا ببینن، بنان هر قدر که در افغانستان صلح ثبات به همو با مو اندازه به نفع کشورهای منطقه میشه، به هر اندازه اگر پاکستان باشه، ایران باشه، کشورهای دیگه منطقه باشه در پروسه صلح افغانستان سلنگاری بکنن، ما فکر میکنن که بازی آتش در بایی آتش خود از اونام آیستا آیستا به سوختاندن قرار میگیرن. بنان بین با مو صادقانه کشور امریکا، آقای خلیلزاد آمده، این بار اگر صادقانه آمده برای ملت افغانستان
البته واضح به حساب تشریح بکنه که ما به این بار آمدیم واضح میخواییم که پیام کشور امریکا را به کشورهای منطقه آوردیم، معضلات که امریکا با کشورهای منطقوی داره ما را حل میسازیم تا با حل کردن این پیام های مثبت که هند کدام معضله با پاکستان داره، پاکستان چی معضله با هند داره، ایران چی معضله با امریکا داره، ترکیه چی معضله داره، چین داره، این پیامات های را البته اگر مثبت آورده باشه خب ما این را گام بسیار نیک برای پروسه صلح افغانستان البته میخوانیم و مردم افغانستان هم خواست آرزویش هم است که صلح به خاطر که شما ببینید که در همین مدت های آخر مردم افغانستان قربانی هیچ به خاطر منافع بیگانه ها میتن. بنان در اینجا سیاسیون ما باید هوشیار باشن، سیاسیون ما از اینیسیاتیف خود کار بگیرن، از درایت سیاسی خود کار بگیرن، پاشیدگی های بین خود که دارن اونا را به حساب انرژی پاشان خود البته یک جای بسازن، با یک اجماع ملی را البته اونا یک جای بسازن که تا در اینجا منافع ملت زیر پای نشه و ملتی که سالها است که بخاطر منافع بیگانه بخاطر منافع یک تیدان سیاسیون و پیشورهای سیاسیون قربانی میتن، بنان مردم افغانستان باید اینا هم درک بکنن که اینا هم در 40 سال زیاد مشکلات ها و چالش ها را البته در جنگ دیدن. سپاس جناب سهندل صاحب، میخواییم یکیش مکس خیلی کوتاهی در پایان به گفتگوهای دوحه داشته باشیم. حیات جمهوریت از آمادگی ها سخن میزنه و در این حال طالبا هم از آمادگی ها برای دور از گفتگوها سخن میزنن و هر دو طرف تاکید بر قوت این دور از گفتگوها کردن. چقدر این اظهارات قابل پیش بینی است و در حقیقت این دور از گفتگوها چی تفاوت با مذاکرات قبلی خود داشت؟ ما مذاکرات گام مثبت فکر میکنم و امی که خود طالب ها با وجودی که طالب ها به این فکر بدن که ما البته از نگاه نظامی میخواییم افغانستان ما البته بگیریم که به این نیروهای ملی ما شما نشان داد که به زور هیچ وقت هیچ برنده در جنگ وجود نداره. هر کسی که میگه ما در جنگ برنده هستم اونا بازنده اصلی بازنده اول اونا هستن. از نگاه مسائل نظامی اگر ما فکر بکنیم بنان در این مرحله مردم افغانستان و خواست ملت افغانستان به ایست که هر گام مثبتی که به خاطر از این پیش میشه که ما به صلح پیش میایم ما از مردم افغانستان از استقبال میکنیم. امروز اگر طالبان یک روشنی یا گام مثبت را به خاطر صلح اونا پیش گفتن که ما آماده هستیم و دولت جمهوری اسلامی افغانستان اونا هم آماده هستند، بنان ما هایی را گام مثبت میگیریم و امیدوار هستم که پیام هایی را که آقای خلیلزاد آمده در منطقه و صحبت هایی را با کشورهای منطقه میکنه این پیام های مثل مذاکرات قبلی از اونا نباشه که نتیجه با دست خالی با بکس خالی بیا و با بکس خالی دوباره بره. بنان بین که با همین نتایجی که امروز دولت آماده شده و طالب آماده شده ما یک چیز خوب یعنی چقدر قابل پیش بینی است؟ ما فکر بکنم که امی که آمادگی رو نشان دادن و طالبا به یه هم متعقن شدن که نیروهای امنیتی افغانستان امروز در دفاع از خاطر به دفاع مادر وطن خود قرار دارن و حملات را که صورت گرفت این حملاتی که در جلال آباد صورت گرفته بوده در وقت شهید دکتر نجیب که حملات دشمن در اونجا البته دفع ترد شده همین حملات بالای ولایت لغمان ما صورت گرفت. بنان او کدام تفاوت فعلا نیست. بنان در برنده جنگ هیچ کس نیست. امروز طالبان هم به این متعقن شدن که از راه جنگ هیچ نوع دستاورد به دست نمیارن به خاطر که نمیتونن که سر قبرستان های مردم حکومت و جمهوریت بکنن، سر مرده های مردم نمیتونن، شهیدان نمیتونن که اونا بین در قدرت بشن و بگویم ما میخوایم که حکومت داری و ملت داری کنیم. بنان اونا هم به این آماده شدن که بین که ما از راه گفتگو از راه صلح از راه مذاکره با هم یک جای شویم بیم که همین بنبست هایی که امروز در افغانستان قرار داره و کشورهای منطقه در اینجا زیدخل هستن بین ما خود ما افغان ها عشق خود که ما با دست خود تر نسازیم، عشق که از چشم ما خود ما با دست خود تر میکنیم و امروز که افغانستان در حالت سوختن است تا زمانی که خود ملت افغانستان منسجم نشه خود مردم افغانستان منسجم نشه و یک دیدگاه ملی به وجود نمیه. اگر برای سیاسی است اگر مردم هام است تمام مردم امروز آماده است که بین با یک صدا ای وطن ما که هر بغل از زخم خورده بین که ما اول این وطن از سوختاندن نجات بدیم بعد از او با سر مسائل های دیگه ما صحبت بکنیم. با وضعیت همی که شما بیان کردین که اختلافات هم است و نیاز به منسجم جدی تمامی اقشار افغانستان دیده میشه، بالاخره ضرورت وجود و صلح و امنیت در افغانستان با چنین وضعیته چقدر قابل پیش بینی است؟ خب بازم میم سر تعهدات میم. اگر باز هم کشورهای منطقه قناعت کشورهای منطقه حاصل شود
آقای خلیزاد باید دستاورد باید بکس پر در منطقه داخل شود و قناعت کشورهای منطقه را حاصل بکنند و منطقه را به حساب بینا وادار بسازند که صلح افغانستان هم به منافع شما می باشه هم به منافع منطقه می باشه. اجماع منطقوی یک دستاورد بسیار خوبی می باشه که در اینجا منافع تمام کشورها می باشند. یعنی کشورهایی که در اینجا دخل است می باشند. مسئله صلح افغانستان که امروز شما گفتین که تمام مردم افغانستان صلح می خواهند. من امروز هم دیدگاه خود را بر شما میگم. به خاطر از اینکه در افغانستان صلح بیایه امروز ما منیس مسئول یک نهاد هلمی ما امروز آمادگی زیر گرفتیم به خاطر صلح قلم اسکالرشپ را اعلان کردیم که 4000 جوان در این اسکالرشپ به خاطر صلح اشتراک کردند و از این 4000 نفر 2700 از اینا به طور رایگان به خاطر صلح قلم آمدن. وقتی که امروز مردم آمادگی زیست به خاطر صلح قربانی بده از منافع شخصی خود تیر میشه به منافع ملی خود فکر میکنه و او جوانایی که واقعا بهترین استعدادها دارن و داشتن امروز به اونها شرایط تحصیل مساعد نشده و امروز زمینه تحصیل جناب پروفسور صاحب دکتر جواد سندل به هزارها جوان امروز شرایط تحصیلی برشان مساعد کردن که بیان در از رای حلم دانش ما بتونیم افغانستان آباد بکنیم. ما همیال عظیمی تلویزیون شما ما البته به صراحت اعلان میکنم که اگر طالبا بخواین که به صلح اونا تن بتن اونا بین از رای مذاکره از رای گفتگو این کشور زخمی مشترک خود آباد بسازن و درد ملت خود یک جای مشترکن حل بکنن و صلح پایدار در افغانستان بین از دامن بیگانه ها خود جمع کنن بین به دامن ملت و مردم خود پرتن. ما حاضر هستم منیس یک نهاد علمی حاضر هستم که به اطفال طالب در هر نقطه افغانستان باشه ما شرایط علم تحصیل برش مساعد میسازم. سپس بیشتر اگر یک مکس داشته باشیم و دیدگاه شما رو بخوایم بفهمیم که در مذاکرات صلح بیشتر حکومت افغانستان خیلی موفق عمل کرده یا هم گروه طالبان؟ من فکر میکنم در اینجا تقضی یعنی نقص های به حساب صورت گرفته بخصوص نقص های صورت گرفته که ما شما دیدین که در روزهای هید ما چیز اعلان کردیم البته آتش بس سه روزه را چیز کردیم. شما دیدین که در چندین ولایت های ما حادثات بسیار ناگوار صورت گرفت. شما دیدین که در مکاتب مکتب سید شهدا به صدها طفل معصوم ما امروز کشته شد. درست است؟ بنان از یک طرف اگر نقض میشه از یک طرف دیگه مراعات میشه. بنان در اینجا بازم برتان میگم که جنگ یا در جنگ هیچ کس برنده نیست. اما کسی که میگه برنده هستم اون ناکام ترین کس میشه. بنان رای حل افغانستان رای عزیز که ما باید بیاییم کشور زخمی خوده و کشوری که امروز 40 سال از این بیگانه ها منفعت برده امروز افغان ها عاقلانه و هوشیارانه البته اینا فکر بکنن و بیاین این کشور که نیاز به می حالت داره. اگر سیاسون ماست اگر مردم ما هم کلش آماده عزیز که هر لحظه که برای افغانستان صلح به اونا لبیک میگه به خاطر که صلح برای اونا مانند اکسیژن وارد شده که امروز شما چند لحظه پیش خبرای کووید 19 شما دیدین که با اکسیژن ضرورت رو اکسیژن کمبود می بشه. امروز برای مردم افغانستان صلح به مو اندازه ارزش داره و صلح تمام مردم افغانستان استقبال میکنه و در صلح همه چیز مردم افغانستان البته جاودانه باقی مونده. وزارت داخله امروز اعلان کرد که در یک ماه گذشته بیش از 2000 تن از افراد ملکی کشته و زخمی شدند و بار مسئولیت هم بر دوش طالبان گذاشت. طالبان همواره بارش تلفات افراد ملکی را بر مسئول را حکومت میداند. شدت درگیری ها در حقیقت چقدر میتونه پروسه صلح را خدشه‌دار بسازه و اگر وضعیت درگیری ها به همین منوال ادامه پیدا بکنه بالاخره گفتگوهای صلح نتیجه هم خواهد داد؟ خیر من فکر میکنم که هر قدر که جنگ ها شدت بگیره به مو اندازه بنبست ها به وجود میاد چون مردم متنفر میشه از جنگ. وقتی که مردم میبینه که به هزارها جوانش از بین میره به هزارها انسان از بین میره جوانی که ایت نوا نه مشکلات اساسی که امروز نسل جوان دیدن بنان در هیچ جنگ هیچ کس برنده نمی باشه. اگر من پیشتر گفتم طالبان هم به این متعقین بودن که ما از رای جنگ میبینیم مگر نیروهای امنیتی در دفاع خود قرار داشتن و نگذاشتن که ولایت ها سقوط بودن. بنان بین اگر امی آغاز خوبه که امروز در دوحه
البته طالبا هم اظهار امتنان دادن، امتنان دادن که ما حاضر هستیم به گفتگو شویم. دولت جمهوری اسلامی افغانستان هم اینا حاضر هستند. ببین که هر قدر ما به صلح نزدیک شویم، هر قدر به گفتگو نزدیک شویم و هر قدر ما خشونت ها را و کشتار ها را ما البته که از نگاه اسلام هم یک مسلمان دیگه مسلمان کشتنش ایره خداوند هم نمیباشه. بنان بین ما این خشونت ها را البته کم بسازیم، بین دامان خود بغل خود به خاطر امی مادر زخمی خود باز بکنیم. اگر اولاد واقعی و اولاد صالح وطن هستیم به خاطر مادر وطن خود باید دل بسوزانیم و بیگانه ها را از دامان بیگانه خود دور بسازیم. میگم پختو وای پردی که ترنیمش بپرده. امی قسم که امروز قواهای ناتو و قواهای امریکا از افغانستان رفته و امروز دفاع مستقلانه مردم افغانستان به دست اونم نیروهای امنیتی ما شد و به دست اونم مردم افغانستان شد. بنان بین که ما امی مادر وطن خود حفظ بکنیم و به طرف صلح واقعی منعیسی یک اولاد واقعی وطن ما حرکت بکنیم تا ما بتونیم که یک کشور مستقل، یک کشور باثبات، یک کشور توانمند، یک کشوری که ما همین 40 سال جنگی که در افغانستان بوده اگر ثبات در داخل افغانستان ما من فکر میکنم در 10 سال ما میتونیم که ایره با آموز ظرفیت هایی که ما در داخل کشور خود دارم با آموز ذخایر و امکاناتی که ما در داخل کشور خود داریم و اگر ما ایره سر مسائل های علمی و اکادمیک خود مصرف کنیم جوانان را بگذارن که نه علم بیاموزن تحصیل بکنن و در آینده بهترین شخصیت ها و کادرهای کشور شون و ما میتونیم که بهترین یک اقتصاد را در افغانستان. افغانستان کشور فقیر نیست ولی کشورهای جهان و کشورهای منطقه میخوان به خاطر منافع خود ما را میخوان که در فقر ما زندگی کنیم. ما بالای گنج هستیم ولی در رنج زندگی میکنیم. بین که این رنج به گنج تبدیل کنیم و گنج بودن ما به این میباشه که هر کشوری که به علم و دانش احترام کرده، به قلم احترام کرده، او کشور باثبات هم شده و تمام مسائل ها و خشونت ها و جنگ های دیگر کشور هم جنگ کردن. مگم از راه علم و دانش و در آیات سیاسی خود داخل مذاکره شد. همواره سیاسون حکومت افغانستان تاکید کردند و بیان داشتند که صلح و ثبات در افغانستان به معنی صلح و ثبات کشورهای منطقه است. صلح و ثبات افغانستان میتونه کشورهای منطقه را امن‌تر بسازه. ولی این حرفا بیشتر نقد شده و همواره حکومت هم دوباره کشورهای منطقه را به دسترازی در امور داخلی متهم میکنه. چقدر نیاز در حال حاضر بر حکومت افغانستان کدام موارد است تا او را روی دست بگیره تا از دسترازی های کشورهای منطقه و بخصوص کشورهای همسایه جلوگیری کنه؟ ما زمان میتونیم که دسترازی های کشورهای منطقه را از کشور خود البته کوتاه بسازیم که ما در داخل یک اجماع ملی واقعی را داشته باشیم، یک اجماعی را داشته باشیم که ایره درک بکنیم که امروز منافع ملی خود بالاتر نسبت به منافع خود فکر کنیم. چوکی هایی را که ما محکم گرفتیم به خاطر از اینکه امی چوکی اگر باشه خوب در غیر از اون نباشه ما دی دولت و دی کار نمیکنم. بنان بین منافع ملی خود بالاتر فکر بکنن، هجمای داخلی خود جور بکنن، از مسائل قومی گرایی دور شون، بغل به بغل بتن، اول خود آماده بشه. وقتی که خود ما در داخل یک اجماعی نداشته باشیم ما چرا بیگانه را مورد از این قرار بدیم که شما به حساب ما را؟ بناهن ما در نخست خود ما باید خود آماده بسازیم، خود ما آمادگی خود به خاطر کشور خود بگیریم، از مسائل قدرت طلبی تشنه قدرت دور کنیم. بسیاری بعضی ها تشنه قدرت هستند، بگذارن متخصصین در داخل افغانستان داخل شون. کسانی که تشنه قدرت نیستند، کسانی که عشق واقعی در قلبشان برای ملت و مردم افغانستان هستند، بگذارن که اونا به نه 100 نفری که امروز افغانستان محاصره کردن و میگن که اینی 100 نفر باید در افغانستان باشه، هم قدرت از او باشه، هم چوکی باشه، هم پارلمان باشه، هم سنا باشه، هم وزارت باشه، همه چیز به این باشه. اینجا کادرهای قطر رجال در افغانستان است، اینجا کادرایی است که به خاطر منافع ملی خود جان خود قربان میکنه ولی برای او تعداد افراد هیچ نوع گنجایش و جایی در اینجا برشان داده نمیشه. بنان که اونا روابط ضوابط ندارن، بگذارن کسایی که هم تعهد بری وطن داره، هم تخصص بری وطن دارن، بین در دولت کار بکنن و این کشور زخمی را نجات بتن تا ما بتونیم به اصل پایدار دستیابی پیدا کنیم. سپاس از حضور شما جناب بوهنیار احمد شاه سنگدل، کارشناس مسائل امور سیاسی. ادامه خبرها هم تا لحظات بعد تقدیم شما میگردد.